sky is pink and white. If the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move, it's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. ناخونم هم دیروز درست کردم. آره دیگه باشیم آنتونا رو پیشم بتون بگم. Tubes just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. You showed me love. Glory from above, regard dear. All this year, say what up to Redhead, the shoe. Say what up to Teddy, say what up to Life. Filling up my bikes, running up my feet. Still in Granny Six, give me something sweet. Bitch, I might like immortality. This is life, immortality. منم لایف اپدیت بدم. از هر بار که صحبت کردم تو ولاگ قبلی گفتم که میخوایم بریم اسکیپ روم و رفتیم. اون حدود دو هفته پیش بود. هفت نفر بودیم، پنج دختر دو تا پسر. و اسکیپ روم ترسناک بود. اولین اسکیپ رومی بود که من مثلا ترسناک بود رفته بودم، همیشه فکری میرفتم. بعدش موضوعش این بود که ما یه گروه کارآگاهی بودیم، مثلا تحقیقات. بعد باید میرفتیم توی انباری که مثلا چند وقت بود یه دکتری قیف شده بود توش و بعد پیدا میکردیم که مثلا دکتر چی شده و چیز میزد. بعدش چهار تا بازیگر بود توش، کاراکتر بود. یکی دکتر بود که پیداش میشه، یه بیمار، یه آدم کور، یکی هم بود کلا فقط اونجا بود که بترسونه، حتی مثلا کاراکتر خاصی هم نبود. بعدش اینجوری بود که ما فکر کنم 6 تا اتاق بود، یه ساعت و 10 دقیقه بود، ما 56 دقیقه اومدیم بیرون. بعدش چی شد؟ اینجوری بود که مثلا ما رو همه کردن توی اتاقی، بعد دکتر اومد. بعد همون که دکتر میومد صدای زنجیر میومد. دکتر وقتی میومد چرا خاموش میشد، فقط با یه فندک میشد دیدش، فندکش رو روشن میکرد. بعد من دو جا خیلی ترسیدم کل مدت که هیچی حل نکردم، فقط ششام میرفتم و میگفتم من رو ببرین بیرون. دو جا خیلی ترسیدم. یه جا بکنم اتاق دوم بود که یا راه رو بود، بگیری با درهای آهنی کشویی به چهار قسمت تقسیم شده بود. بعد مثلا ما 7 دقیقه 6 دقیقه بود که تو اون اتاق بودیم و تو این مدت نه دکتر اومده و نه آدم کور. بر همین به من گفتن که تو برو یکی اتاق معما رو واسه همون بخون از رو دیوار. بعد منم خب دیدم خیلی وقت نیومده، گفتم اوکی حالا هم نمیاد، برای همین رفتم بخونم. رفتم خوندم، شانس همون لحظه که جمله رو شروع کردم صدای زنجیر اومد و چرا خاموش شد. فقط مثلا هر موقع میومد بعضی ها چشمک زن بودن چراغا،
یا مثلا یه نور کوچیکی بود. شانس هم لحظه چیز اومد، صدای زنجیر اومد، چراغا خاموش شد. بعد من فکر کنم دو تا تا اونورتر بودم، درها هم کشویی آهنی بود، یعنی بعد نگرش می‌داشتم، با یه دست نگه می‌داشتم. بعد نمی‌دیدم اینو که در رو نگه داشتم، تونستم برم تو اون اتاقی، اتاق اون یکی اتاق. بعد این کوره با صدا میتونست پیدا کنه، برای همین همزمان خیلی داشتم سعی میکردم که ساکت باشم، و هی میخوردم به در و دیوار، نمیتونستم در رو پیدا کنم. فقط مثلا میگفتم آخ، و مثلا یارو نزدیک همشون چون میدید صدامو میشنید. بعد سه چهار رفتم تو دیوار، دیگه آخر تونستم برم پیش بچه ها. یه جا اونجا خیلی ترسیدم چون تنها بودم، و مثلا بین من و کوره یه در بود، برای همین مثلا خیلی نزدیک بودم بهش. یه جا رفتیم تو اتاق چهارم یا سوم، یه اتاق بود که خیلی کوچیک بود، مثلا یه طبقه طبقه بود، یه حالت کتابخونه بود. بعدش این طبقه رو در می آوردی، در پشتیش باز می شد. و ما رفتیم اونجا، فکر کن اتاق انقدر بود، انقدرش رو فنس می گرفت. بعد من گفته بودم که هیچ وقت نه جلوی جلو میرم نه ته ته، همیشه منو بذاریم وسط، هیچ جایم تنها نمیرم. بعدش ما حالا اومدیم پشتی من، اومدیم تو اتاق، من یکی مونده بودم با آخر، پشتی من فرار کرد، برای همین من نزدیکترین کسی بودم به در. در شروع کرد آروم باز شدن، مثلا ما بستیم و اینا، در شروع کرد باز شدن، آدم کوره اومد تو. بعد آدم کوره قد بلند اینجوری خم میشد به سمت پایین، یه دستش از این چاقو بزرگا، یه دستش زنجیر. بعدش شروع کرد اینو اول به بالا گرفت، اول اینجوری دورمون گشت و دنبالمون گشت و اینا. بعد خب با صدا بود، همه تمام مدت سکوت کرده بودن. بعد جامونم کوچیک بود، 7 نفر توی جا، مثلا هممون جمع می‌شدیم یه گوشه. بعد این دنبالمون گشت و اینا، آخر یهو دستشو باز کرد اینجوری اومد با یه دست چاقو یه دست زنجیر، اینجوری کشید به دیوار. بعد مثلا ما از زیرش برمی‌رفتیم، بعد من همیومم برم، جام کوچیک بود دیگه، همیومم برم، یا یکی میزد ازم جلو نمیذاش برم، یا یکی از پشت میکشیدم. یه جا هم بعد میپریدیم، بعد یعنی میبرد بالا، بعد برگشتن و میگرفت پایین. بعد من جلو بودم کنار فنسم، نماشه این چسبیده بودم به فنس، یکی هم پشت من رو گرفت و دست روشونه من، هر موقع من میومم بپرم این سنگینیم کرد، نمیتونستم بپرم. بعد من اینجور صدام که نمیتونستم در بیارم، اینجور میزم اون وقت که بره من نمیتونم بپرم. بعد چون سنگینی روشونم بود، پریدم گرفت نصف بدنم کشیده شد به فنس، بعد مثلا پوست دستم رفته بود. این از این دو تا جا که خیلی ترسیدم اینجا بود، اون از اسکیپ روم. بعدش با دوستان رفتم بیرون. دیروز یه از دوستان اومده یه سال و نیم، نه نورش تو کمه، یه از دوستان اومده یه سال و نیم دیدم. پری روز یه دون از دوستان دیدم، بعد مثلا 3-4 سال اونو دیدم. قبلش اون یکی دوستان دیدم. امروز هم با دوست خواهرم رفتیم بیرون، رفتیم دی پراجکت، ولی اصلا اونقدر خوب نبود، یعنی اوور هایپزه، زیادی بهش میگن خوبه اینا، اصلا خوب نبود. اصلا قهوهش خوب بود، قهوهش از سام کافه بهتر بود، ولی بقیه چی داشتن همین دیگه. بعد تو این مدت کتابخانه نیمه شب رو تموم کردم، خیلی داستانش قشنگ بود، آخرش اصلا خیلی قشنگ بود. بعدش یه کتاب جدید شروع کردم که 60 صفحه ازش مونده، دارم سعی می‌کنم آروم آروم بخونم که تموم نشه، چون قشنگه خیلی. البته به قشنگی این کتابخانه نیمه شب نیست، ولی بازم نمی‌خوام تموم شم. اسمش پیش از اون که قهوه سرد شود، جلد اولش 2 جلده. یه دونه کتاب دیگه هم جدید خریدم دیروز، اسمش بادومه ولی انگلیسیه. من کتاب شگفتی رو خوندم، فهم میکردم این کتاب دوم شگفتیه، ولی رفتم دراش تحقیق کردم، یه کلنگ موضوع دیگه است، ولی اونم شنم خیلی قشنگه. فردا داریم میریم شمال، ولی فکر کنم یکمشو نشون بدم، یه ویلاگ جدا واسه شمال باشه. آره I won't walk around with my head down like I got beat up. You do you, I'll do me,
We'll be right back.